روم به بود کدشینم به پیش بود کنم سجده، اگر یارم خریداری فروشم دین و ایمان را. به نام خدا، درود و صلوات بر روح پرفتوی محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم، و سلام بر تمام کسانی که این ویدیو را تماشا می کنید. امیدوارم که خوب و در زندگیتان کامیاب باشید. من امروز یکی از مراقبه های در سلسله چشیه که هست، یکی از شغل های به نام ذکر نفی اثبات، من آن را برایتان شرح می دهم. این ذکر نفی اثبات انسان را از انسان بعضی از کرامات ظاهر خواهد شد. چه قسم هست و آن را برایتان من شرح می دهم. نخست، در دل انسان عشق پیدا کردن بسیار مهم است. در دل که عشق نیست، ایمان او انسان کامل نیست. عشق ایمان را کامل می‌سازد. همچنین که مولانا رومی می‌فرماید: خام بودم، پخته شدم، سوختم. در سه چیز رومی عشق را ختم می کند: خام بودم، پخته شدم، سوختم. اگر در دل انسان عشق رسول، عشق اولیا، عشق پیامبر خدا نیست، اگر هم از کار یا مراقبات اگر انجام هم می دهیم، اثری نخواهد کرد. نماز اگر وقتی که میخوانیم، اگر در دل ما عشق رسول نیست، عشق الله نیست، محبت نیست، از روی اخلاص نیست، هر قدر هم ما بهترین شکل ادا کنیم، اما خدا قبول نمی کند. خدا سبحانه وتعالی میفرماید که اگر یک قطره اشک از چشمتان سرازیر شود، هر جایی که جسمتان اون قطره هشت لمس کند، آتش جهنم در آنجا اثر نخواهد کرد. یعنی اصلا در جسم انسان آتش جهنم اثر نخواهد کرد اگر یک قطره عشق محبت از چشم انسان بریزد. حدیث رسول است: عشق در زندگی بسیار مهم است. میان عاشق و معشوق چنان رمزی است که کرامان کاتبین را هم خبر نیست. از این ذکر چنین برکت، چنین کرم، الله از طرف الله بر انسان نازل خواهد شد. کرامات زیادی هم مشاهده خواهیم کرد. هر کیفیاتی که برای ما در آن وقت رخ می‌دهد، به غیر از مرشد به کسی دیگر نباید بیان کرد، صرف مرشد. این ذکر که من میگویم باید از مرشد خود اجازه بگیرید. اگر خودتان پیر هستید که نیاز نیست، اما زیر یک نظر مرشد بسیار لازمی است. بدون مرشد، بدون پیر، انسان به جایی نمیرسد. پیر در میان مریدین به منزله پیامبر در میان امتش است. پیر رسالتش چیست؟ هرچی که از محمد رسیده است، سینه به سینه آن را برای مریدین رسانیدن. مثل ذکر حزم در هیچ حدیث نیامده است، صرف حل بیت، صرف کسایی که از محمد صلی الله علیه و سلم خلافت گرفتن. خلافت نعمت دینی است. از جناب رسالت پرنس صلی الله علیه و سلم سینه به سینه برای تمام عرفای تصوف رسیده است. برای تمام سادات تصوف رسیده است. یعنی اون ذکر اعظم چرا پیش هیچ یکی از آخوند و ملا نیست؟
چون که در هیچ حدیثی نیامده است، اون سینه به سینه رسیده است. و این از کاری که من میگم، این هست کارم، این چنین است، سینه به سینه آمده است. نخست ما چی کنیم؟ دو زانو نشستن و تمام تشویشا، تمام فکرهای که ما از دنیا داریم، تمام پریشانی ها، تمام فکرهایی که از بابت دنیا است، از بابت مشکلات دنیاوی است و از هر چی که در مغز ما هست، آن را خالی کردن. چطور؟ نفس کشیدن، نفس را کشیدن، نفس بالا، بعد نفس را بیرون کردن. یعنی تمام هر چی که در فکر ما هست همه را بیرون کردن. بعد از این که ریلکس فری، یعنی بعد از این که فکر به تمام دماغ آرام می شود، نشستن و طرف راست محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم را تصور کردن، را تصور کردن و طرف چپ تصویر و یا خود پیر و مرشد را تصور کردن، و طرف راست و طرف و به پیشگاه دل و به پیشگاه دل الله سبحانه تعالی و نقش لا اله الا الله را تصور کردن، نقش لا اله الا الله را تصور کردن. البته میبخشید، من در هندوستان زندگی میکنم، زیادتر در اینجا به زبان اردو صحبت میکنم، به این واسه بعضی وقتا بعضی از جملات اردو قاطی میشود. و وقتی که این ذکر، این مراقبه را ما انجام میدهیم، بعضی از کیفیات را ما خواهیم دید. صرف این را برای مرشد بیان کردن و نباید ما این کیفیات و این کرامات که از ما ظهور و ما خواهیم دید، نباید به کسی دیگر این را بگوییم، تا مبادا نفس ما بزرگ شود، تا مبادا ما از خود تعریف کنیم. نباید ما از خود تعریف کنیم. مشک آن است که خود ببوید، نهان که عطار گوید. کسی که از خود تعریف میکند، اون هیچ چیز نیست. What's up?